پس از فاجعه کابل سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شعیرایسواچ با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این گونه اقدامات تروریستی حمایت از شیعیان در سراسر سر جهان را از شورای امنیت سازمان ملل خواستار شد در این بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری شی ویوز رسیده آمده است بنا به های مورد اعتماد پزشکی قانونی بیش از 80 تن شامل مرد، زن و کودک شیعه در این فاجعه خونین شهید شدند و پیروان اندیشه تروریستی وهابی که سازمان تروریستی داعش نماد آن است مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفتند این بیانیه با اشاره به نمایان شدن چهره خشن و ضد انسانی سنی های رو در قالب گروه های تروریستی مختلف می‌افزاید جامعه جهانی خود گواه است که در یک دهه گذشته وحشتناکترین جنایات بر ضد شیعیان که معارضان و مخالفان اصلی تروریسم هستند اعمال شد و ده هزار انسان بیگناه در خاور میانه قربانی حملات سنی های تندرو شدند البته این اوضاع و آمار به زمانی برمیگردد که هنوز دامنه تروریسم و کشتارها به اروپا نرسیده بود این سازمان می‌افزاید صلح طالبان در پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، بحرین، لبنان و مصر خطر جریانهای تکفیری را با تمام وجود لمس و احساس کردن و همچنان در میدان رویارویی با جریانهای تکفیری تروریست هستی خود را از دست می دهند. از این رو سازمان جهانی دیدبان حقوق از شورای امنیت میخواهد از سیاست چشم پوشی در برابر منابع و حامیان تروریسم تکفیری وهابی دست بردارد و از حاکم نمودن مسلحت اندیشی به قیمت اعتبار و حیثیت انسانیت پرهیز کند.